کمپاین اهدای خون بانوان به نیروهای امنیتی در هرات با حاشیه هایی همراه شد. این برنامه که از طرف ریاست امور زنان هرات راه اندازی شده بود، بیش از 2 ساعت طول کشید و در نهایت 8 خانم و 2 مرد حاضر به اهدای خون شدند. همین موضوع صدای اعتراض مریضان و کارمندان آمریت و بانک خون مرکزی هرات را بلند کرد. همکارم سید حسن حسینی با شرح بیشتر در این مورد. تأخیر در آغاز کمپاین بانوان برای جمع آوری خون به نیروهای امنیتی در بانک خون بیمارستان مرکزی هرات صدای اعتراض مردم و کارمندان این بخش را بلند کرد. قرار بود برنامه ساعت 9:30 صبح شروع شود، اما با 1 ساعت تأخیر کلید خورد. کسانی که برای اهدای خون به مریضانشان آمده بودند منتظر شروع شدن روند عادی دریافت و اهدای خون هستند. می تقریبا 2 ساعت که بیام اونم می جگا ای بارو بر اکسره من سرگردون میگم و من میگم من خون بدم به یک مسلمان یا به درد بخور. 1 ساعت میشه که من منتظر هستم دیگه، روزا نیم ساعت من منتظر بودم. در این برنامه که از طرف ریاست امور زنان هرات راه اندازی شده بود، قرار بود دست کم 50 خانم با اهدای خون به نیروهای امنیتی پشتیبانی خود را از آنان اعلان کنند. اطلاعیه پخش شد که به صورت عموم هم خانم‌ها و هم آقایان خودجوش میتونند بیاین و به خاطر حمایت از نیروهای امنیتی خون اهدا کنند، که انشالله یک کمپاین ما تا آخر همین هفته جریان. فرید یونسی یکی از کارمندان بانک خون بیمارستان مرکزی هرات هم میگوید که با گذشت دست کم 2 ساعت تنها 10 نفر حاضر به اهدای خون شدند. در این لیست نام 8 خانم و 2 مرد دیده می شود. در واقع کار ماسیب رسونده، تعداد مراجعین میفهمیم که زیاده. یک بخش بانک خون مرکزی بیشتر نیه، داخل شفاخانه نزدیک 50-60 نفر مراجعین بیرون منتظر هستن به خاطر 10 نفر. در همین حال فرهاد ترابی عامر بانک خون بیمارستان مرکزی هرات از برگزار کنندگان کمپاین اهدای خون شکایت دارد. به گفته آقای ترابی روزانه حداقل برای بیش از 150 مریض خون اهدا می شود، اما این کمپاین سبب اخلال در روند کاری اداره اش شده است. مراجعین کسانی که عملیات دارن، جراحی، پروسیجرها، جراحی منتظر از این برنامه از اینا. بانک خون هرات تاکید دارد که در آینده بهتر است که برنامه‌های اینچنینی با هماهنگی بهتر و در مکان دیگری برگزار شود.